اولین مسئله تو عدالت خواهی که این خواسته جهانی است. ببین همین الان چگوارا یه آدمیه که محترمه در دنیا. من با اندیشه مارکسیستی کار ندارم، یقینا هزاران نقد وارد بشه، اما محترمه. دیدی یه نفر مکس چگوارا توی شهرتش میذاره تو دنیا، کسی برای میاد حمله بهش بکنه؟ نه، میگن آدم آزادی خواهی بوده. اینطور عدالت خواسته بشری است. فلزا یه زبانه، یه دیالوگی میتونه برقرار بکنه بین تمام انسان‌ها، فارغ از داشتن دین یا نداشتن. مثلا ایدئولوژی بذارید کنار، مذهبی هم نگاه نکنید، عدالت اون چیزی که همه رو میتونه دور هم جمع کنه. اما یه امایی داره، این عدالت خواهی مبتنی بر چه باید صورت بگیره؟ مثالی که برای شما بزنم، سازمان مجاهدین خلق. اصلا مارکسیسم آمده تا تضاد طبقاتی، مارکسیسم کمونیسم اومده تضاد طبقاتی رو از بین ببره، بگه عدالت برقرار بشه، قسط برقرار بشه، همه بهره‌مندی یکسان داشته باشن از مواهب. حرفشون این بود دیگه. امپریالیسم رو استکبار میدونستن، زالو صفت میدونستن، دوز میدونستن، مکنده خون مردم میدونستن. نصف دنیا رو هم درگیر خودشون کرد. اروپا دو بخش شده بود، آلمان دو بخش، شرقی غربی، کره شمالی جنوبی، ویتنام شمالی جنوبی، یعنی نصف کشور این اندیشه رو قبول داشت، نصف دیگه اون طرف هم در مزان اتهام، یعنی در آستانه این اتفاق. مثلا اصلاحات ارضی که در کشور ما انجام شد به دستور امریکا برای چی بود؟ برای اینکه یه وقت نشه جامعه ایران کمونیست بشن. چرا؟ چون تضاد طبقاتی زیاد بود تو ایران. گفتن در آستانه این اتفاقن، خودشون به شاه فشار آوردن، گفتن باید انقلاب سفید انجام بدی، اصلاحات ارضی انجام بدی، زمینا رو از خوانین گرفت و مثلا یه بخشو به مردم داد و که یه خورده این چی بشه؟ تعدیل بشه. مجاهدین خلق نماینده مارکسیستا در ایرانن. یعنی اصلا برای عدالت برخواستن. اما وقتی مبنا ندارن، ببین شهید مطهری سال 54 از اینا اعلام براءت میکنه. یه جنو ماجرای براتون نقل کنم، جالبه. شاید نشنیده باشید. احتمال بسیار زیاد نشنیدید. زمانی که امام وارد ایران میشه، قرار برن بهیزر رو سخن کنه، قبلش مادر سه شهید مجاهدین به نام رضاییان قرار بوده سخنرانی کنه. حالا وصیتشون رو بخونه چی بوده نمیدونم. یعنی سال 57 شهید مطهری از 54 متوجه انحراف عقیدتی اینو میشه. پیغام میفرسته به امام، میگه اگر این خانم بیاد اینجا نطق بکنه تو بهشت‌زهرا قبل صحبت شما، هازا فراقم بینی و بینک، دیگه من با این انقلاب کار ندارم، با شخص شما امام کار ندارم. یعنی اینجوری خط قرمز شهید مطهری. بعد امام وقتی خبر به امام میرسه به واسطه مرحوم سید احمد خمینی، امام میگه که نظر شهید مطهری، نظر آقای مطهری لحاظ بشه. یعنی این انحراف عقیدتیه اگر در کسی جنبه عدالت خواهی داره، روحیه عدالت خواهی خیلی روحیه خاصیه. اینا آدمی که سرش درد میکنه برای دفاع از حق، اما تو تعریف حق دچار مشکل شه. چه اتفاقی میفته؟ 17000 ترور. یعنی اینا به این نتیجه رسیدن برای بست عدالت در ایران باید 17000 تا آدم بکشیم. یه در واقع چجوری بگم، فله میکشتن ها. یه بمب‌گذاری تو اتوبوس، داره صبح میرفت مسجد بکشش، این نمیدونم بقاله ریشوه بکشش. چرا؟ گفتم باید یه موج وحشت را بندازیم. بر عیبی نداره، اینها پایه‌های بست عدالت است، اینها سنگ بنای عدالت است، باید این اتفاق بیفته. 17000 تا شهید اشکال نداره، 17000 شهید که نمونه مفتن کشته دیگه، از مردم کشته بودن. 17000 تا کشتیم، بیشتر هم میکشیم، اما بعدها میلیون ها نفر عدالت خواهند داشت. 80 سال نصف دنیا رو کمونیسم بدبخت کرد، بیچاره کرد به اسم عدالت خواهی.